خواستار جمهور کرزای برای کنار رفتن مقام های دولتی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، انتقال کارخانه های تولیدی افغانی از پاکستان به افغانستان، توافق علمای افغانستان و پاکستان برای برگزاری نشست عالمان هر دو کشور در کابل، واکنش های جهانی در برابر سیومین آزمایش هسته کوریای شمالی و رد استخراج غیرقانونی معادن در ولایت پنجشیر. سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 24 ماه دلو سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 12 ماه فوریه سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. آن مقام های دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد هستند باید از مقام هایشان کنار بروند. یک مقام حکومتی میگوید که رئیس جمهور کرزای این موضوع را در نشست شورای وزیران بیان کرده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که زمان ثبت نام های نامزدان ریاست جمهوری مشخص شده است. با آن مقام هایی که خودشان را در این انتخابات نامزد می کنند باید از مقام هایشان کنار بروند. سید حازم آرش گزارش می دهد. رئیس جمهور کرزای در نشست دیروز شورای وزیران بر برگزاری انتخابات شفاف در سال 1393 هجری خورشیدی تاکید نمود و گفت آن مقام های حکومت که در نظر دارند خودشان را در این انتخابات نامزد بکنند باید از مقام هایشان کنار بروند. در این نشست فاروق وردک وزیر معارف نیز از آوازه ها درباره این نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده و گفته است که هر کاری را در این باره در مصلحت با رئیس جمهور انجام خواهد داد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید آن مقام های بلندپایه حکومت که میخواهند خودشان را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نمایند باید پیش از ثبت نام از وظیفه هایشان کنار بروند. اشخاص و افرادی که در پست های بلند دولتی ایفای وظیفه میکنند پیش از اینکه بیان به خاطر ثبت نام پست های که البته در قوانین مشخص شده و میخواین خود کاندید کنن باید استفاده امر خود داشته باشن. از سوی همین کمیسیون میگوید که نامزدان ریاست جمهوری از تاریخ 24 ماه سنباله تا 14 ماه میزان سال 1392 هجری خورشیدی 20 روز وقت دارند تا نامهایشان را ثبت بکنند. ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری و شورای ولایتی به اساس تقویم که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده از تاریخ 24 سنباله تا 14 میزان البته در سال 1392 قید شده و تمام افرادی که میخواین خود کاندید کنن و واجد شرایط باشند در مدت زمان میتونن که با کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنن. انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه عمل سال 1393 هجری خورشیدی برگزار خواهد شد و گزارش های وجود دارند که شمار از اعضای کابینه و والیان نیز برای این انتخابات آمادگی گرفتند. در این حال اظهارات وجود دارند که انتخابات آینده ریاست جمهوری یک فرصت خواهد بود تا یک چالش. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال میگوید که پس از سال 2014 میلادی خلای امنیتی در کشور به میان نخواهد آمد و تاکید میورزد که این نشانه وجود ندارد که افغانستان به دهه 90 برگردد. در این حال نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان فساد اداری و قاچاق مواد مخدر را از چالش های بزرگ در برابر حکومت افغانستان میداند. شریف امیری جزئیات را گزارش می دهد. پس از گذشت 7 ماه از نشست توکیو، نمایندگان افغانستان و جامعه جهانی چگونگی عملی شدن تعهدات این نشست را در کابل به بحث گرفتند. در نشست توکیو، جامعه جهانی کمکهایش را به کاهش فساد اداری در افغانستان مشروط ساخت. اما در اینجا حکومت افغانستان برنامه هایی را پیشنهاد می کند که چگونگی شفافیت را در مصرف کمک های جامعه جهانی نشان می دهد. کمک هایی که در افغانستان می آیند به اساس اولویت های حکومت افغانستان و مردم افغانستان و از طریقی که مؤثریت بالاتر به کمک می دن از طریق طرق به مصرف خواهد رسید که متوجه هستیم که یک تاثیر قابل ملاحظه بالای مؤثریت مصرف کمک ها در افغانستان خواهد داشت و شیوه مصرف را در افغانستان به کلی تغییر خواهد داد. با این همه با گذشت هر روز نگرانی ها از سالهای پس از 2014 بیشتر می شوند. سالی که در آن دو رویداد مهم یعنی انتقال سیاسی و نظامی انجام خواهد شد. There's a prevailing perception
دیدگاه های وجود دارند که افغانستان پس از سال 2014 میلادی به دهه 90 برخواهد گشت، اما این گونه نیست. باید این مفکوره را تغییر بدهیم، زیرا در اینجا تعهد جهانی وجود دارد و افغانستان به عقب بر نخواهد گشت و 2014 آغاز بی‌ثباتی نه بل یک مرحله تحول است. اما فساد اداری و قاچاق مواد مخدر هنوز هم باعث یک پدیده چالش آفرین در افغانستان باقی ماندند. فساد اداری هنوز هم به حیث یک چالش بزرگ پا بر جاست و موزل دیگر این که بخش قضایی نیز باید تقویت شود و نیز قاچاق مواد مخدر هنوز هم یک تهدید جدی در برابر ثبات افغانستان است. از نبود حکومت داری خوب در افغانستان بارها انتقاد شده است، انتقاد که حکومت افغانستان نیز آن را میپذیرد. حکومت داری خوب بنیاد انتقال موفقانه، ثبات و توسعه پایدار است و باید به آن توجه شود. با این همه رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال رسیدگی به معضل افغانستان را به توجه جدی به روند سال پیوند می‌دهد. روندی که در سالهای اخیر با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده است و از دولت افغانستان می‌خواهد تا خلای نبود و گروه های بازسازی را در روستاها پار کند و بدیل های خوبی برای این گروه ها در روستاهای کشور پدید آورد. انتظار می رود که باراک اوباما فردا در سخنرانی سالانه خطاب به ملت امریکا درباره چگونگی ماموریت واشنگتن در افغانستان پس از سال 2014 میلادی جزئیات به دست بدهد. شمار از آگاهان حضور نظامیان امریکایی را در کشور تا 10 سال دیگر برای باثبات شدن کشور و نیز در کار از میان برداشتن چالش‌های بنیادی در برابر نیروی امنیتی افغان یک نیاز مبرم می‌دانند. این آگاهان حضور دراز مدت نظامی آمریکا را در کشور و سود افغانستان می‌گویند و نیز در توانمند شدن نیروی امنیتی افغان بسیار مهم می‌دانند. در این باره ولی آریان گزارش دارد. اکنون موضوع شمار و چگونگی حضور نظامیان امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 ذهن هر کس را مشغول ساخته است. نظامیانی که در سالهای آینده هم در پیکار با حراس افغانی و نیز در کار آموزش نیروهای افغان نقش مهم بازی خواهند کرد. و اما اگر شمار کافی از نظامیان امریکایی در افغانستان در سالهای آینده حضور نداشته باشند، این کار چه پیامدهایی خواهد داشت؟ بسیاری ها به این فکر هستند که در سال 2014 پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان اوضاع خوب خواهد شد. اما به باور من که تاریخ نیز گواهی آن خواهد بود، هرگز اوضاع بهتر نه، بل بدتر از این خواهد شد. اگر حضور قوتهای خارجی در افغانستان نباشه، سرباز افسر ما معاش نداره، وسایط ما تیل نداره، اسلحه ما مهمات نخواهد داشت. اینا را هیچ وقت افغانستان تابال در فکرش نیست که چطور از بودجه دولتی خود کفا بسازه. پیش از این رئیس جمهور کرزی در سفرش به ایالات متحده آمریکا چگونگی حضور نظامیان آمریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 مهم دانسته است تا شمار این نیروها. آیا حکومت افغانستان با چنین موسیگری ها و توانایی های نیروهای افغان باور دارد؟ قطعاً قوای امنیتی افغانستان آمادگی در وقت ما میگیم آمادگی داره که پروسه انتقال تکمیل کنه، به معنای ازی هست که با بریشتن قوای خارجی از افغانستان این چالش عمده به وجود نیامد. البته اگر جنگ با تروریسم وجود داشته باشه، با باز همین قابلیت وجود داره که این جنگ کنترل کنه و بر اوضاع مسلط باشه. وجود لانه‌های حراس افغانان در بیرون از مرزهای افغانستان هنوز هم تهدید بزرگ برای امنیت آینده کشور شمرده می شود. افغانستان حداقل برای یک دهه دیگه به نظر ما حمایت استراتژیک و حمایت عسکری ایالات متحده آمریکا را نیاز دارد. با این حال گزارش های پخش شدند که مقام های پنتاگون می گویند که پس از پایان نقش جنگی ناتو در 2014 نزدیک به 8000 نظامی امریکایی در افغانستان حضور خواهند داشت. نقش این نیروها در ادامه نبرد با القاعده و حامیان این شبکه و نیز در ماموریت آموزشی نیروهای افغان بسنده ارزیابی شده است. اما شمار این نیروها تا سال 2016 به 1000 کاهش خواهد یافت. با این همه به نظر می رسد که نبرد با گروه های حراس افغان در کشور تا سالهای آینده هم دنباله خواهد یافت.
سرمایه گذاران افغان بیشتر از 80 کارخانه تولیدیشان را از پاکستان به افغانستان منتقل می سازند. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان می گوید حکومت تعهد کرده است که برای این کارخانه داران سهولت های لازم را فراهم خواهد ساخت تا توانی رقابت با تولیدات هم مانند خارجی را داشته باشند. از سوی هم اتاق تجارت صنایع بدین باور است که با انتقال این کارخانه ها به افغانستان بسیاری از سرمایه گذاران دیگر نیز به این کار تشویق خواهند شد. حسیب مودودی گزارش می دهد. افغانستان برای رهایی از وابستگی های اقتصادی به افزایش تولیداتش سخت نیازمند است. تولیداتی که با گذشت بیش از 10 سال از پذیرش نظام اقتصاد بازار به حیث نظام اقتصادی کشور بخش کوچک بازارهای داخلی را به دست گرفتند. این بار در یک اقدام کم پیشینه سرمایه گذاران افغان تصمیم گرفتند که 80 کارخانه تولیدیشان را از پاکستان به افغانستان انتقال دهند. ظاهرا گفته می شود که این کار به درخواست حکومت افغانستان انجام شده است. هنوز هم بخش بزرگ از سرمایه های افغانان در خارج از کشور در گردش هستند. اتاق تجارت و صنایع خوشبین است که با ایجاد سهولت های بیشتر برای سرمایه گذاران در کشور ممکن است روند انتقال این سرمایه ها به داخل کشور را به افزایش بگذارد. پیام بسیار خوبی هستند برای مردم ما و هم یک پیامی هستند برای دیگرا، کسایی که پرزند یا در داخل افغانستان است و در حراس است و یا کسایی که در بیرون است و علاقه داره که در اینجا بیان. با آمدن این اشخاص یک امیدواری هستن و ما بیخی دقیق به این باور هستیم که یک پیامادی بسیار خوب دارن. با نزدیک شدن به سال 2014 میلادی نگرانی های از کاهش سرمایه گذاری ها در کشور نیز به میان آمدند. نگرانی هایی که بیشتر برخواسته از احتمال نابودی دستاوردهای اقتصادی بیش از 10 سال گذشته هستند. اما با انتقال این کارخانه ها از پاکستان به افغانستان چی تعهد در زمینه ایجاد سهولت ها وجود دارد؟ تعهد اداری اسایی است که در توزیع زمین امرایشان کمک میکنه، در توزیع برق امرایشان کمک میکنه. معافیت مالیاتی برای 10 سال وزارت محترم مالیه اعلان کرده که کسایی که پیش از سال دسامبر 2014 در افغانستان سرمایه گذاری میکنه برای 10 سال معافیت مالیاتی برایشان داده میشه. اجناس یا مواد خامی که وارد میکنه به خاطر تولید سریع تعرفه گمرکی به 1% کاهش مییابه. در حال حاضر کسر بیلانس تجارت کشور بیشتر از 90% گفته می شود. اما انتظار می رود که با سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان این اوضاع بهبود یابد. با انتقال کارخانه های تولیدی کشور از پاکستان به افغانستان ممکن همانند این پارک دیگری در کابل و یا هم در یکی دیگر از ولایت های کشور ایجاد شود. پارکی که در آن بخشی از نیازمندی های کشور تولید خواهد شد و زمینه های کار را نیز فراهم خواهد ساخت. اما پرسش این است که آیا براستی حکومت بعد تعهداتش مبنی بر ایجاد سهولت به این سرمایه گذاران پابند خواهد ماند؟ سید سیب مدودی، طلوع نیوز، کابل. شورای علمای افغانستان با علمای پاکستان برای برگزاری نشست عالمان هر دو کشور در کابل توافق کردند. نشست عالمان افغانستان و پاکستان برای تامین صلح و امنیت در هر دو کشور در ماه مارچ در شهر کابل برگزار خواهد شد. هیئت شورای علمای افغانستان میگوید که در این نشست 500 عالم دین تنها از افغانستان و پاکستان شرکت خواهند کرد و برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان تصمیم خواهند گرفت. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. شورای علمای افغانستان میگوید که در سفر دو روزه‌شان به پاکستان با عالمان برجسته پاکستانی توافق کردند که نشست عالمان دین هر دو کشور در ماه مارس در کابل برگزار شود. ما با جانب کمیته پاکستانی که به تعداد 7 نفر بودند، از علمای برجسته پاکستان بود، از 4 صوبه پاکستان به شمول حکومت مرکزی پاکستان بودند. در طی دو روز صحبت‌های مفصل داشتیم، صحبت‌های تفصیلی داشتیم، در فضای صمیمیت و دوستی صحبت داشتیم و بالاخره سر 3 نقطه اتفاق کردیم. شورای علمای افغانستان میگوید که کمیته از هر دو طرف برای برگزار شدن این نشست تشکیل شده است و قرار است اعضای پاکستانی این کمیته به روز 3 ماه هود برای گفتگو در این باره به کابل بیایند. در حالی که روزنامه مکلچی امریکایی که روند صلح افغانستان را به گونه منظم نظارت می کند، نگاشته است که برخی از علمای پاکستانی شرکت در این نشست را رد می کنند و می گویند تا هنگامی که در این نشست طالبان شرکت نکنند، شرکت نخواهند کرد. اما شورای علمای افغانستان این گفته را نظر شخصی برخی از افراد مغرض می داند. در از او جانب یک کسی می خواست که خدای ناخواسته پروسه ما ناکام شود. جانب پاکستان اکثریت اعضایش با او آدم مخالف بودند
او آدم را از صحنه هیئت خود بیرون کردن. د دغه ستونزې د هواره د پاره زمینه برابر کو، د هغه زمینه د برابرولو د پاره سرچشمه کم زیده علما دي، نو هغه د علما او نظریات دغه ستونزې د حل د پاره د لارې د پیدا کولو د پاره چې کم دوی نظریات دي، زیات تمرکز زمونږ د غونډې د دې په مورد کړي. در حالی که در این نشست قرار بود علمای جهان اسلام شرکت کنند، اما شورای علمای افغانستان میگوید هرگاه در این نشست علمای کابل و اسلام آباد توافق کنند، نشستی با شرکت علمای جهان اسلام نیز برگزار خواهد شد. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با انتقاد سخت شمار زیاد از کشورهای جهان روبرو شده است. باراک اوباما این آزمایش هسته‌ای کره شمالی را یک اقدام عصبانی کننده می‌داند و خواستار اقدام بی‌درنگ جامعه جهانی در برابر این کار پیونگ یانگ شده است. دبیرکل سازمان ملل آزمایش هسته‌ای تازه کره شمالی را نادیده گرفتن کامل قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان می‌داند. در این حال حکومت چین نیز مخالفت کاملش را با این آزمایش اعلام کرده است. سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با محکومیت‌های جهانی روبرو شده است. رهبران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، چین، کره جنوبی و فیلیپین آزمایش هسته‌ای تازه کره شمالی را تحمل ناپذیر می‌دانند. باراک اوباما با انتقاد سخت از این آزمایش کره شمالی می‌گوید که ایالات متحده آمریکا برای دفاع از خودش و متحدانش به اقدامات ضروری ادامه خواهد داد. بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد تا در برابر این کار کره شمالی به گونه‌ای جدی دست به کار شود. در همین حال رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که از هر اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر کره شمالی پشتیبانی خواهد کرد. پس از این آزمایش هسته‌ای یک نشست اضطراری کره جنوبی و ژاپن نیز برگزار کردید و این دو کشور این کار پیونگ یانگ را یک تهدید جدی در برابر صلح و ثبات شبه جزیره کره و شمال شرق آسیا می‌دانند. کره جنوبی با متحدانش به شمول ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی به گونه کامل همکاری خواهد کرد تا کره شمالی با های این آزمایش هسته‌ایش را بپردازد. این کار کره شمالی بسیار عصبانی کننده است و این آزمایش صلح و ثبات منطقه را با خطر روبرو می‌سازد. این انتقادها در حال صورت می‌گیرند که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اضطراری‌اش آزمایش هسته‌ای تازه کره شمالی را به بحث گیرد. کره شمالی در سالهای 2006 و 2009 میلادی نیز آزمایش‌های هسته‌ای انجام داد. این آزمایش‌ها ایالات متحده آمریکا و متحدانش را سخت خشمگین ساختند و از همین رو تحریم‌های جهانی بر پیونگ یانگ افزایش یافتند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. سازمان ملل متحد ایران را به انتقال جنگ افزار به کشورهای آفریقایی به ویژه سومالیا متهم می کند. یک هیئت نظارتی سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش نگاشته است که ایران به گونه غیر قانونی از راه یمن به سومالیا جنگ افزار می فرستد. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که افزایش تلفات در سوریه نگران کننده است. بان کی مون برای پایان یافتن نارامی ها در سوریه از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهد تا وارد عمل شود و از جامعه جهانی نیز خواستار افزایش کمک های بشردوستانه با آسیب دیدگان سوری شده است. ارتش مالی از احتمال حمله های بیشتر جنگجویان اسلامگرا بر شهر گاو خبر می دهد. مقام های نظامی مالی می گویند که تلاش ها برای نابودی کامل جنگجویان اسلامگرا در این کشور ادامه دارند. نیروهای مالی پس از حمله روز گذشته جنگجویان اسلامگرا بر شهر گاو در عملیات جستجوی خانه به خانه دو تن را بازداشت کردند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. امروزی من کنید. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. امید اوریاخیل جام قهرمانی رقابت‌های مجدنی شهید محمد همایون نیازی را به دست آورد. این رقابت‌ها با حضور 200 مبارز از 26 باشگاه حوزه اول شهر کابل در باشگاه مجدنی اختری برگزار شده بودند. هدف از برگزاری رقابت‌ها یادکرد از شهید همایون نیازی، یکی از مجدنان برتر کشور گفته شده است. این رقابت‌های سه روزه در ردای سینی خردسالان، نوجوانان و جوانان برگزار شده بودند.
فدراسیون مجزنی افغانستان میگوید که این رقابت ها برای افزایش مهارت های فنی ورزشکاران برگزار شده بودند. یکی خیال بود از دوست عزیز ما که امروز در بین ما نیست این مسابقه را اندازی شده و دومی که هدف معظم چون مسابقه رشد و گسترش ورزش به سطح کشور می باشد. بسیار مسابقات مفید بود برای جوانان که توانست هر که استعداد خود معلوم کنه که چقدر استعداد داره و کی می توانه که جام از آن خود کنه. تقریبا بس یک زون اول بوده که توانست مده بس زون مقام اول از آن خود کنه. ما توانستم که با سپری شدن سه حریفم به فاینال را پیدا کنم. آقای پاینده می گوید که برای پیشرفت ورزش مجزنی در کشور این گونه رقابت ها را در اوزاهای دیگر شهر کابل نیز برگزار خواهد کرد. محمد اومایون نیازی یک تن از مجزنان برتر کشور بود که دو ماه پیش در یک عمله انتحاری در وزیر محمد اکبرخان کابل جان باخت. دور دوم رقابت های فوتبال باشگاه دسته دوم شهر کابل امروز با انجام دو دیدار پیگیری شد. در مهمترین دیدار تیم های جوانان وزیرآباد و روستا روبروی هم قرار گرفتند و سرانجام این بازی به برابری 2-2 پایان یافت. در ادامه رقابت ها فردا جوانان بارک در برابر شاکلب می ایستد و جوانان الفت در برابر محسن شهید به میدان می رود. این رقابت ها زیر نام جام صلح و دوستی برگزار شدند. در این رقابت ها 34 تیم از باشگاه های آزاد شهر کابل شرکت کردند. در رقابت های لیگ برتر بسکتبال ولایت هرات تیم آریا به برتری در برابر درخشان دست یافت. در این دیدار که در تالار ورزشی میرویس صادق ولایت هرات برگزار شد، آریا 55-50 درخشان را شکست داد. در ادامه رقابت‌ها امروز معرف هرات در برابر سمندر قرار گرفته است. در پایان رقابت‌ها تیمی که کمترین امتیاز را داشته باشد به لیگ دست اول بسکتبال هرات سقوط خواهد کرد. در این رقابت‌ها 5 تیم برتر شرکت کردند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 8. کندهار آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10. و هرات آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.